سلام و درود خدمت همه شما عزیزای دلم، حالتون چطوره؟ امیدوارم که مثل همیشه فوق‌العاده عالی باشید. با یک جلسه دیگه از آموزش‌های تخصصیمون در خدمتتون هستیم. این جلسه مژده خیلی خفن دارم براتون، اون هم این هستش که یه تکنیکی چند وقت پیش برامون اتفاق افتاد در اثر یک اشتباه و ندونم کاری، و من اصلا کلن خودم که پرام ریخت از این تکنیک که اینقدر خفنه، و بلا فاصله تصمیم گرفتم تو اولین فرصت که الان هست اونو با شما به اشتراک بذارم که حسابی بهتره کنید. پس خیلی ممنون میشم اگر بار اول هستش که دارید کانال ما رو تماشا میکنید، دکمه سابسکرایب رو بزنید، زنگوله بغلش هم برای مطلع شدن از آموزش‌های جدیدمون حتما فعال کنید، یه لایک و یه کامنت هم بذارید که این بنده خود و سابسکرایب شما رو نپرونه، خیلی عشقید. بریم سراغ آموزش. خب توی ادجاستمنت ها ما یک گزینه‌ای داریم تحت عنوان بلک اند وایت که عموما این رو به این کارایی میشناسید که قرمز رو کاهش بدیم، زرد هم کاهش بدیم، جوش ها و لک های رو صورتمون بیشتر نمایان بشن تا هنگام ریتاچ کردن ما خیلی حرکت های بهتری بتونیم بزنیم. اما یعنی واقعا فتوشاپ اومده یک ادجاستمنت تعریف کرده فقط به خاطر اینکه من بیام باهاش یا عکسمو سیاه‌سفید کنم یا بخوام جوشای صورتمو پیدا کنم؟ قطعا همچین چیزی نیست. بیاید یه ذره دیدمونو گسترده تر بکنیم. با این ابزار من امروز دو تا تکنیک بهتون یاد میدم که یه دونش واقعا فوق‌العاده است و شاید اولین نفری هستم که دارم آموزشش میدم، و این رو میگم به خاطر اینکه در سر یک اتفاق ایجاد شده. پس بریم سراغش. اجسمنت بلک اند وایت ها من اد میکنم و مودش رو از نرمال میذارم رو حالت لیومنسیتی. به محض اینکه مودم تغییر میکنه کاملا اتفاقاتی که تو تصویرم افتاده خونسا میشه، نه اینکه همه جا خونسا بشه، اما خب تغییرات کلیش هضم میشه، یه سری جاها تغییر میکنه که من میتونم یه ذره زبانش رو بالا و پایین کنم و اونم مثل بقیه جاها تقریبا به حالت خونسا برسه. این لیومنسیتی دقیقا همون کارایی میکنه که داخل کامرا را فیلتر تو قسمت HSL پنل لیومنسیتی ما داریمش، ولی خب اینجا یه تفاوت داره، اونم اینه که ادجاستمنت و ما با قابلیتی تحت عنوان ماسک روبرو هستیم که حسابی کارمونو میتونه بهتر بکنه. قطعا میدونید برای اینکه ما بخوایم لباسمون اگه رنگیه به سیاه سفید، یا سیاه سفید به منظورم این نیستش که بلک اند وایت، به رنگ سیاه یا به رنگ سفید تغییرش بدیم، یا اصلا بخوایم کلن سیاه و سفید کنیم، سفید و سیاه کنیم، باید چند تا تکنیک بلد باشیم. یعنی برای تبدیل لباسمون به رنگ سفید یه تکنیک، تبدیل به سیاه یه تکنیک، سفید به سیاه یه تکنیک، خلاصه اینکه مغزمون منفجر بشه دیگه، 20 تا چیزو باید یاد بگیریم. اما خب اینجا شما یه تکنیک یاد میگیرید و با اون همه این کارا رو میتونید انجام بدید. این دقیقا همون کاری بودش که گفتم در اصل یک اشتباه ایجاد شد. صدایی که میشنوید لطف همسایه بالایی هستش برای سوراخ کردن نمیدونم دیوار دستشویی کجاست، فعلا ببخشید. خب معذرت میخوام به خاطر این صدای ناهنجار وسط آموزش، دیگه همسایه هم دیگه چیکارش کنیم. خب بریم تو ادامه درسمون. من فعلا نیاز دارم به یه دونه ادجاستمنت هیو سچوریشن، اونم فقط برای یه کار. شما اول از همه این ماسکی که در کنارش هستش رو حتما دیلیتش بکنید و بیاید سراغ یکی از ابزارهای سلکت تا دور لباستون رو سلکت بکنید. One eternity later. استفاده کردن از ابزار کویک سلکشن برای اینجا فقط به خاطر اینه که من وقت شما رو نگیرم و کارمون سریعتر انجام بشه، اما برای انتخاب درست‌تر شما از همون ابزارهایی که قدیم تو آموزش‌های قبلیمون معرفی کردیم استفاده کنید که کارتون تر و تمیزتر بشه. به محض سلکت کردن میتونید لایه ماسکتون رو مجددا اد کنید، با این حال که فقط روی لباستون انتخاب شده. قسمت فیو سچوریشن باز بشه و زبانه سچوریشن به انتها کاهش پیدا بکنه. حالا نوبتی هم که باشه نوبت ادجاستمنت بلک اند وایت. من اینو بازش میکنم و به محض اینکه زبانه های آبی و به اصطلاح سایان هم تغییر میکنه، شما میبینید که با افزایش سایان لباس من داره به رنگ سفید تغییر پیدا میکنه و با کاهشش تقریبا رنگ مشکی، ولی خب برای مشکی کردنش بهتره که از زبانه بلو استفاده بکنم، خیلی تاثیر بهتر و به اصطلاح ترتمیزتری میذاره. و حالا مجددا میتونید عملیات سلکت رو انجام بدید، یا برای اینکه دیگه وقتتون حالا گرفته نشه ماسکش کنید و فقط با یه براش اینجاهایی که به اصطلاح نیاز دارید رو انتخاب بکنید. به این شکل تا
تکنیک‌های دیگه هم هست که حالا در ادامه بهش اشاره می‌کنیم. و در حال حاضر می‌بینید که من با افزایش و کاهش زبانه‌ها دقیقاً می‌تونم به اون رنگ مطلوبم که می‌خوام برسم، یعنی سیاه و سفید کردن رنگ لباسم یا هر جای دیگه که بخوام. فقط نیاز داره که من همین یه دونه تکنیک رو بلد باشم، نه دوتا و سه تا تکنیک، حالا فرق نداره، منظورم اینه یه دونه کافیه. خب این از این تکنیکی که من میتونم از ابزار بلک اند وایت استفاده کنم برای به اصطلاح کار کردن روی این موضوع. بیاید اینا رو دیلیتشون کنیم، برگردیم مجدداً به ادجستمنت بلک اند وایت، مجدداً مودش روی حالت لیومنسیتی و البته که رنگ‌هاشم اونجایی که دست خورده رو خونسا میکنم. خب یکی دیگه از تکنیک هایی که خیلی از ادیتورهای، حالا من بیشتر تو خارجی‌ها دیدم اینو استفاده میکنن، شما هم میتونید استفاده بکنی، این هستش که برای به نمایش گذاشتن بهتر یه سری از قسمت‌های تصویرتون شما میتونید روی این زبان‌ها به صورت مجزا کار بکنید. یعنی چی؟ یعنی مثلا من اگر بخوام قسمت حالا بکم یه خورده روشن‌تر بشه یا تاریک‌تر بشه برای نمایش بهتر، میتونم من اینو کاهش بدم به جای که کلی ادجستمنت دیگه اد بکنم، یا روی قسمت آبی من میتونم اینطوری تاثیر بذارم و رنگش حالا روشن‌تر یا حالا تیره‌تر بکنم. مخصوصا روی صورت‌هایی که یه خورده ککومک دارن من میتونم از زبانه‌های قرمز و زرد کمک بگیرم تا یه خورده اون قسمت‌ها خودشونو خوشگل‌تر به نمایش بذارن و اون ککومک‌ها خلاصه زیباتر بشن. و تکنیک های دیگه ای که حالا خودتون میتونید با خلاقیت خودتون روی تصویرتون ایجاد بکنید و تمام این داستان خلاصه میشه روی همین قسمت. و امیدوارم که خلاصه از این تکنیک ها حسابی استفاده بکنید، لذت ببرید و بهتر کنید توی عکساتون. خب به انتهای آموزش رسیدیم، امیدوارم که استفاده کرده باشید و لذت برده باشید. خیلی ممنون از نگاه خوشگلتون، حمایت فراموش نشه. تا یه آموزش دیگه همتون رو به خدای بزرگ میسپارم. خدا یار و نگهدارتون.